دوستان سلام. فلوراید یک ماده معدنی طبیعی است که در پوسته زمین و آب به وفور وجود دارد. ضمناً فلوراید را به خمیر دندان و آب شرب نیز اضافه می‌کنند تا به سلامت دهان و دندان و پیشگیری از پوسیدگی کمک شود. اما افزودن فلوراید مصنوعی به آب شرب موضوعی بسیار بحث برانگیز است. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها فلوراید دار کردن آب آشامیدنی را یکی از 10 دستاورد در حوزه سلامت در قرن 20 اعلام کرده است. اما سازمان بهداشت جهانی فلوراید را جزو سموم طبیعی خطرناک می‌داند. موضوع استفاده از فلوراید برای پیشگیری از پوسیدگی دندان‌ها از این جهت مورد تردید است که در کشورهایی که از فلوراید استفاده کردند، سلامت دندان‌ها بهتر از سایر کشورها نیست و بسیاری از کشورها نیز هستند که بدون استفاده از فلوراید کاهش قابل توجهی در پوسیدگی دندان داشتند. ضمناً در مورد تاثیر فلوراید که به عنوان یک نوروتوکسین شناخته می شود بر مغز نیز شک و تردیدهایی وجود دارد. مصرف زیاد فلوراید به مدت طولانی سبب پوکی استخوان می شود. فلوراید برای دندان ها ضروری است، اما نوروتوکسین است که به مغزتان آسیب می زند. فلوراید یک نوروتوکسین پیشرونده است. نوروتوکسین ماده سمی و مخرب است که بافتهای مغز، تناب نخاعی و سیستم عصبی را آسیب می رساند. یک نوروتوکسین پیشرونده نیز نوروتوکسینی است که طی مستعدترین مراحل زندگی فرد قبل از تولد و حین دوران کودکی بر مغز اثر می گذارد. مطالعات اخیر نشان داده است که فلوراید در طبقه نوروتوکسین های پیشرونده در کنار سرب، جیوه و آرسنیک قرار می گیرد. محققان باور دارند مسمومیت پیشرونده با نوروتوکسین یک اپیدمی شده است که فلوراید نیز در آن نقش دارد. نوروتوکسین های پیشرونده مجر به اوتیسم، اختلال کم توجهی، بیش فعالی، دیسلکسی یا اختلال خواندن، کاهش های کیو، رفتار مخرب و سایر ناهنجاری های ادراکی می شود. مروری که بر 27 مطالعه در مورد اثرات فلوراید صورت گرفته دریافته است. بین فلوراید و اثرات منفی آن بر رشد مغز ارتباط وجود دارد. کودکانی که در نواحی با میزان فلوراید زیاد زندگی می‌کنند نسبت به آنهایی که در نواحی با سطح فلوراید کمتر زندگی می‌کنند به میزان قابل توجه IQ پایین‌تری دارند. این تنها مطالعه‌ای نیست که چنین یافته‌هایی را پشتیبانی می‌کند. تاکنون بیش از 50 مطالعه انسانی فلوراید را با کاهش IQ در کودکان و بزرگسالان ربط دادند. در دهه 1970 کالبوت شکافی‌ها نشان دادند بیماران دچار آلزایمر دارای تراکم بیشتری از آلومینیوم‌های نوروتوکسین در مغزشان بودند. حالا می‌دانید که فلوراید در بیماری آلزایمر نقش دارد. سد خونی مغز یک قشای نیمه تراوا است که وظیفه‌اش جلوگیری از ورود مواد خارجی مانند فلوراید و آلومینیوم به مغز است. وقتی آلومینیوم در تماس با فلوراید قرار می گیرد، به عنوان یک فلوراید آلومینیوم دار به مغز حمله می کند و از سد خونی مغز عبور می کند. فلوراید مخصوصاً وقتی که به آب آشامیدنی افزوده می شود، ریسک کمکاری تیروید را دو برابر می کند. فلوراید با گیرنده های یود در تیروید پیوند می زند و جای یود را می گیرد و زمانی که یود به اندازه کافی در دسترس نیست، تیروید نمی تواند هورمون های تیروید را سنتز کند. این اتفاق برای مغز نیز بد است. مه مغزی یا از دست دادن حافظه، عدم تمرکز، افسردگی، اضطراب و سایر مشکلات روحی و روانی از درد سرسازترین عوارض اختلالات تیروید می باشد. وقتی فلوراید سد خونی مغز را رد می کند، موجب تخریب نواحی خاصی از مغز می شود. هیپوکامپوس جایگاه حافظه بوده و در یادگیری و تنظیم هیجانی و خاموش کردن واکنش استرس نقش بسیار مهمی دارد. تئوکورتز تکامل یافته ترین بخش مغز است که درک حسی، افکار خودآگاه و مهارت‌های زبان تا حدود زیادی در این قسمت شکل می‌گیرند و سربلوم مسئول هماهنگی و تعادل است. آسیب فلوراید تا همینجا متوقف نمی‌شود و به تیره نخاعی و عصب سیاتیک نیز آسیب می‌رساند. غده صنوبری ساختاری مخروطی شکل و کوچک در مغز است که ملاتونین در آنجا تولید می‌شود. ملاتونین که اساساً به نام هورمون خواب شناخته می‌شود، عملکردی فراتر از اینها دارد. ملاتونین یک آنتی اکسیدان بالقوه است که حمایت ویژه‌ای از مغز می نماید. ملاتونین می تواند آسیب ناشی از هنجارهای جدی مغز مانند آلزایمر و زوال عقل را خنثی کند و حتی می تواند کمکتان کند بیشتر عمر کنید. معلوم شده است که ملاتونین درست مانند داروهای ضد افسردگی عمل می کند و به ویژه برای نوعی خاص از افسردگی که اختلال خلقی و فصلی نام دارد مفید است. غده صنوبری
مستعد تجمع زایاتی است که طی پروسه‌ای به نام کالسیفیکاسیون تولید می‌شوند. کالسیفیکاسیون برخلاف اسمی که دارد همیشه هم ناشی از کلسیم نیست. این زایات می‌توانند ناشی از سایر املاح نیز باشند، مانند فلوراید که به میزان بسیار زیادی در غده صنوبری متراکم است. این اتفاق بر تولید ملاتونین اثر می‌گذارد و منجر به بیخوابی، افسردگی و تسریع پیری مغز می‌شود. گفته می‌شود که کالسیفیکاسیون غده صنوبری منجر به زوال عقل و آلزایمر می‌شود، زیرا افرادی که دچار این بیماری‌ها هستند، تراکم کالسیفیکاسیون در غده صنوبریشان زیاد است. همزمانی آمار روزافزون اختلال بیش‌فعالی با شروع فلوراید دار کردن آب آشامیدنی اتفاقی نیست، زیرا دانشمندان دریافتند این ارتباط وجود دارد. در کشور آمریکا، ایالت‌هایی که بیشترین میزان ADHD را دارند، بیشترین درصد افرادی که آب فلوراید دار می‌نوشند را نیز دارند. طبق اعلام مرکز آمار و کنترل بیماری‌ها، 45% از جمعیت آمریکا آب فلوراید دار مصرف می‌کنند، اما این تعداد در ایالات مختلف متنوع است. در واشنگتن احتمال اینکه آب فلوراید دار از شیر آب خارج شود 100% است، اما ایالت‌های مونتانا و هاوایی به ترتیب با 32% و 10% کمترین احتمال را از این جهت دارند. برخی از معمول‌ترین داروهای تجویزی حاوی مقدار قابل توجهی فلوراید هستند، مانند داروهای ضد افسردگی و داروهای ضد استراب. این موضوع گیج کننده و عجیب است، زیرا شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد فلوراید می‌تواند موجب افسردگی شود. برای بیشتر افراد اصلی ترین منبع فلوراید خمیر دندان آب آشامیدنی است. پیدا کردن خمیر دندان بدون فلوراید کار سختی نیست، اما به سختی می توانید فیلتر آبی پیدا کنید که فلوراید را جدا کند. واقعیت این است که تنها 57% از جمعیت دنیا آبی می نوشند که به طور مصنوعی فلوراید دار شده است، اما خیلی از قسمت های دنیا تراکم طبیعی بالایی از فلوراید در آب آشامیدنیشان وجود دارد که به میزان خطرناکی بالاست، مانند قسمت‌های از آفریقا، چین، هند و خاورمیانه. افرادی که در این نواحی زندگی می‌کنند در معرض فلوروسیس دندانی هستند. فلوروسیس لکه‌های سفید روی دندان هستند که در اثر مصرف زیاد فلوراید به وجود می‌آید. فلوروسیس اسکلتی نیز یک بیماری فلج کننده است. اگر شما هم تجربه‌ای در این مورد دارید، لطفاً در قسمت کامنت‌ها با ما و دیگر دوستانتان به اشتراک بگذارید. و برای حمایت از ما تنها کافی است این ویدیو را لایک کنید.